سپاسگزارم از اینکه این دعوت رو کردید. فرصتی پیدا شده که بعضی حرفا رو، به ویژه حرفایی رو که احتمالاً کمتر بیرون گفته میشه، بگم. شاید این بحث در اختیار کسانی قرار بگیره که به آگاهیشون کمک بکنه. اما من دو برداشت از صحبت شما میکنم. یه برداشت اینه که سرمایه‌داری ایدئالش چیه؟ یه برداشت اینه که ایدئال سرمایه‌داری چیست؟ این دوتا رو من متفاوت میبینم و اجازه میخوام به دوتاش هم پاسخ بدم، برای اینکه به هم مربوط میشه. ایدئال سرمایه‌داری این است که به لحاظ تاریخی پدیده‌ای مترقی بوده، به لحاظ تاریخی در پی نظام فئودالی آمده که درش ترقیات فنی، رشد مادی، آزادی نسبی انسان‌ها، رهایی نسبی جماعات وجود نداشته. جماعات متفاوت از هم جدا بودن. پدیده دولت با همه شرارت‌هایی که بعداً انجام داده وجود نداشته که آثار مثبتی در زندگی اجتماعی ایجاد بکنه. به هر حال سرمایه‌داری یک پدیده مترقی و پیشرفته نسبت به نظام‌های ما قبل خودش بوده. بنابراین وقتی ما در جایگاه تاریخی پیشا سرمایه‌داری بنشینیم، سرمایه‌داری یک ایدئال تاریخی معرفی میشه. من فیلسوفی رو که نامشو به یاد نمیارم، اثری ازش خواندم که در واقع نظرش این بود که مانیفست کمونیست کارل مارکس بیانیه ستایش از نظام سرمایه‌داری است. و این تا حدی درسته. من از جامعه شناسان انتقادی دیگری به یاد دارم که از خود مارکس انتقاد میکنن به خاطر که تو بیش از حد نظام سرمایه‌داری رو ستایش کردی، ولی درک مارکس و درک مارکسیسم اجازه نمیده که این گونه انتقاد بکنیم. او سرمایه‌داری رو در مسیر رشد تاریخیش نگاه کرده. طبیعی است که در جریان تاریخی، در روند تاریخی، با اینکه سرمایه به قول خود مارکس با چرک و خون و کثافت از هر روزنه ایش میچکید، ولی بابسته این او در مواردی که حتی اغراق هم میکنه ستایش میکنه اینکه سرمایه‌داری نسبت به نظام گذشته از حیث فنی، از حیث تولید، از حیث ارتباطات، از حیث برون دادن، آشکار کردن برخی از نیازهای انسانی و پاسخ دادن به اون و رهایی انسان. رهایی انسان پدیده یگانه و یک مرحله ای نیست، فرایند و پویشه. این یک ایدئال، یک بحث. اما بحث دیگر این که چه کسی منشأ و چه نیرویی منشأ این تحول در نظام سرمایه‌داری شد، همان نیرویی که به لحاظ قانون دیالکتیکی خودش رو به ضد خودش بدل کرده و اون نیروی انگیزه سوده. انگیزه سود به هر قیمت منجر به این شد که سرمایه‌داری در سطح جهان به گونه انفجاری رشد پیدا بکنه، به همه جا سرایت پیدا بکنه. سرمایه‌داری همه پدیده‌ها رو کالا کرد، از امنیت گرفته تا رابطه خانوادگی، تا ازدواج کردن، تا آموزش، بهداشت، نیازهای ابتدایی و اساسی انسان، همه چیز رو کالا کرد. برای که از طریق کالا کردن به معنی اینکه پدیده‌ای که قبل از اینکه به نیازهای مصرفی و به نیازهای سرمایه‌گذاری پاسخ بده، میاد در بازار برای اینکه به قیمتی فروش بره و سود ایجاد بکنه. این کالایی کردن انسان رو کالایی کرد، انسان رو شیواره کرد، بعد بت‌وارگی ایجاد کرد، به این معنا که انسان رو وادار کرد که سر تسلیم در مقابل چیزی فرود بیاره که در واقع خودشون چیز رو آفریده بود و نداند که خودش هم اون رو آفریده. این سرمایه‌داری این آثار رو داره، ولی یادمون نره این آثار مطلوب سرمایه‌داری است. یعنی سرمایه‌داری میخواد که همه پدیده ها رو کالا بکنه. اینی که ما از خود بیگانگی انسان در هراسیم، این اون چیزی است که هدف مطلوب نظام سرمایه است. به این ترتیب به طور زمینی از این بحثم این نتیجه رو میگیرم که شکاف اساسی بین کسانی که در معرض از خود بیگانگی، انهدام، بهره کشی و ستم قرار گرفتن با کسانی که مالک ابزارهای تولیدند و عامل این بهره کشی و ستمگری هستند، شکاف هولناکی بین این دو جریان وجود داره و در واقع نمیشه از طریق نصیحت کردن، ماسمالی کردن های ظاهر و صلاح این شکاف رو
پر کرد. پس آنچه که مطلوب و ایدئال نظام سرمایه است، سود است و سود و سود، انباشت برای سود و سود برای انباشت. روزا لوکسمبورگ این سوال رو از خودش میپرسید و در واقع این سوال رو از تاریخ پرسید و تاریخ داره این سوال رو تکرار میکنه که چرا سرمایه‌داری انباشت میکنه که سود ببره، که سود ببره، که انباشت بکنه، که انباشت بکنه، که سود ببره. این دور بی پایان هولناک تاریخی از چه روست؟ این در واقع برای ما به صورت فلسفی به عنوان یک دور باطل قلم داد میشه، ولی برای نظام سرمایه‌داری و برای عناصر این نظام هدف مطلوبه همه چیز به سود تبدیل بشه، همه چیز به کالا تبدیل بشه. نمونهش رو در ایران میبینیم که حالا من شاید خودتون بخواید یه مرحله‌ای از بحثتون به سرمایه‌داری کارکردش در ایران بپردازیم که امیدوارم به این فکر برسید. این خیلی مهمه، چون اینجا خیلی به طور ملموس میتونیم نگاه بکنیم که نظام سرمایه چه کار کرده. اما زیرکی و درک درست و فرایندی کارل مارکس در این بود که همین نظام رو، ارزشهاش رو میبینه، خوب و بد ترازویی هم نمیکنه که بگه این خوبشه این بدشه، حالا اندازه گیری بکنیم این به اون میچربه یا اون یکی به اون. اینها رو در فرایندهای تاریخیش میبینه. کارل مارکس استرکتورالیست نیست، کارل مارکس ساختارگرا نیست، کارل مارکس پویشگرای تاریخی است به نظر من، و به همین سبب پدیده‌ها در حال شدن هستند، همیشه در حال شدن هستند و نه در حال بودن. خیلی پدیده‌ها هم بوده هستند، از گذشته به سرمایه‌داری به میراث رسیدن، ولی سرمایه‌داری بر روی اینها تأثیری میذاره با منشأ ایجاد سود. همه پدیده‌ها رو میخواد کالا بکنه که سود بره. بنابراین هدف عالی نظام سرمایه‌داری درست در مقابل نظام ضد سرمایه‌داری، حالا از هر شکلی که میخواد باشه، سود هست به هر قیمت. سرمایه‌داری همینجاست. توی ایجای برومر یادتونه گفت گل همینجاست، اینجا برقص، همینجاست سرمایه داری، تو همین اتاقه، تو همین عمل کرده، ما هم نفوذ کرده، ولی تسخیر نکرده روح ما رو. اونی که در همین اتاق هم حضور داره، اون شبح سرگردانیست که بالای سر همه ماست. و اما اون بحث اولتون، من یک مخاطره ای در این جور نگرش میبینم که بگیم رشد نیروهای مولد به خودی خود عامل به وجود آمدن سرمایه داری شده است. من نبرد طبقاتی رو هیچ کجای تاریخ فراموش نمی کنم. من از میان تقدیرگرایان نیستم و اعتقاد راسخ هم دارم که کارل مارکس هرگز تاریخگرا و تقدیرگرا نبوده است. کارل مارکس بر اراده انسان، اما اراده ای که خودش معنا داره، معنای واقعی داره، در شکل بندی تاریخی اون اراده به وجود میاد، بر او تأکید میکنه. به این ترتیب سرمایه‌داری در زمانی هم بر اساس نبرد طبقاتی که بین ستم دیدگان و ستمگران در زمان فئودالیسم به وجود آمده بود، هم بر اساس فعالیت‌های خودش و هم بر اساس ارائه برنامه‌هایی که نسبت به گذشته مترقیانه تر بود به میدان آمد. اینی که ما بگیم رشد نیروهای مولد کار خودشو انجام میده، مثل این میمونه که هممون موظف باشیم به این که فقط بخوابیم، خوب استراحت بکنیم، چون رشد نیروهای مولد یه روزی میاد و در میزنه پشت در با یه دست گل سوسیالیسم رو به ارمغان برای ما میاره. در واقع من به عنوان یک سوسیالیست به هیچ وجه اعتقاد ندارم که میباید در انتظار گودو، در انتظار امام زمان، در انتظار ترقیات فنی باقی بمانم، ولی میدانم که در بستر تاریخی دارم حرکت میکنم، این تحولات اتفاق میفته. بنابراین سرمایه‌داری بله عجین هست، آمیخته است با رشد نیروهای مولد و ترقیات فنی، اما این به تنهایی همه چیز رو توضیح نمیده. آنچه که سرمایه‌داری در واقع در آغازین مراحل تولدش انجام داد، اون نیست که ماکس وبر میگه، یعنی این پروتستانیسم نیست، این اندیشه ها و تحول در نحوه بینش به این جهان نیست که سرمایه‌داری به وجود میاره. همه اینها در خدمت یک پدیده است، ما این است که پول در جامعه‌ای که تحولات اجتماعی اندکی رو در خودش دیده، همینطوری که یک
جهش دی ان ای مثلا در دیدگاه داروینی، وقت متهم نشم به اینکه من به داروینیسم اجتماعی یا از کاربرد داروینیسم در مارکسیسم میخوام استفاده کنم، فقط مثال میزنم، احتمالاً کسانی که با زیست شناسی آشناترن از این مثال استفاده کنن. اون تحول در اروپای غربی، در هلند، در انگلستان، اون تحول نقش پول رو از نقش طبیعی و تاریخی خودش جدا کرد. پول وسیله مبادله بود، تسهیل زندگی انسان‌ها بود، ولی این پول تبدیل شد به وسیله تجارت، خریدن و گران فروختن، و بعد تبدیل شد به وسیله تغییر و تحول در نظام‌های تولیدی، مانوفاکتورها رو ایجاد کرد، بعد کارخانه، بعد تقسیم کار، بعد همه اینها. این پدیده‌ها خود به خود خیلی هم انجام نشد. فعالیت‌های اجتماعی، رفتارها و برخوردهای اجتماعی فراوان، بله، در جامعه دست به دست هم دادن. ما با دیدگاه ماکس وبری، یه دیدگاه تسلیم شده است، در واقع میگه که پروتستانیسم ارزش کار رو ایجاد کرد و این تحول در نظام فرهنگی بود، یعنی اعتراض نسبت به کاتولیسیزم بود، به وجود آمدن ارزش‌های پروتستانی بود که این ارزش‌ها برای سود، برای صرفه‌جویی، برای پسنداز و برای کار کردن ارزش‌های قائل شدن. اما دیدگاه مارکسیستی اتفاقا همین رو میگه با زبان خودش، میگه بله این ارزش‌ها رو قائل شدن. به منظور چی؟ به منظور بهره‌کشی، به منظوری که به یک نفر میگن تو هرچی کار بکنی انسانتری، ولی بهش نیاموزن که هرچه تو از حاصل کارت بیشتر بتوانی برخوردار بشی، هرچه بیشتر بتوانی بر از خود بیگانگی خودت که مثل یک سیل داره تمام ابعاد اجتماعی رو فرا میگیره، مسلط باشی، حذف بکنی از خود بیگانگی رو، هرچه بیشتر در این راه بری انسانتری. بنابراین اون که اتفاق افتاد، یعنی سرمایه اندوزی، ثروت اندوزی، صرفه جویی، به بازار آمدن، سود بردن، انگیزه های سود و تکریم کار کردن، بلو اینکه این کار در خدمت دیگری باشه، اینا بخشی از تحول عمومی بود که به نام تحول سرمایه‌داری اتفاق افتاد. رشد نیروهای مولد خود به خود اتفاق نیفتاد. اتفاقا کارل مارکس به طرز درخشانی وقتی میگوید که از سر تا پا در چرک و خون و کثافت دنیا اومد سرمایه، به طرز درخشان اینو توضیح میده. این انگشت اشاره است به دیدگاه‌های مثل جان لاک که در 1645 این نقطه نظر رو میگه، و هنوز به گونه ارتجاعی این حرف تکرار میشه از سوی فون هایک و یارانش و این خردریزاشون در داخل ایران، که بل همون دیدگاهی که ماکس وبر اونو ماهرانه دستکاریش کرد، و اون این که سرمایه‌دارا مصرفشون رو به عقب انداختن، برخیش مهار زدن، و این نظام جهانی سرمایه‌داری محصول بر خود مهار زدن اون چند نفری که در قرن 16 و 17 چنین کردن. مارکس خیلی راحت در انباشت بدوی سرمایه شما رو میبره به اون چرک و خون و کثافت رو نشون میده، میگه این برایی بود که در مستعمرات بر سر مردم آوردن. همونجا هم کارل مارکس حتی گاهی با اغراق میگه البته در مستعمرات نوآوری رو بردن، تکنولوژی رو بردن، ولی این غارت، این چپاول، این داغان کردن ارزش‌های انسانی، این کشتن آدم‌ها بود که عامل در واقع انباشت اولیه سرمایه صورت گرفت و عامل اصلی انباشت اولیه سرمایه شد. به این ترتیب می‌بینیم که نظریه رشد خود به خودی نیروهای مولد که منجر به سرمایه‌داری میشه و یک عده سوسیالیست‌های خواب‌نما شده را هم به این می‌کشونه که گویا برن در جایگاه شاهزادگان بشینن، پاشونو دراز بکنن، کتاب بخونن، بعد سوسیالیسم در میزنه میاد تو. این تفکر رو در مارکسیسم نیست. مارکسیسم شما رو به خرد کنش، به خرد اقدام، به خرد پراکسیس، تمام آن همه آن رمز و رازی که فلسفه را به عرفان و عرفان را به بیهودگی میکشاند، دوریان از پراکسیس است، از عمل است. به این ترتیب سرمایه‌داری در یک دوره‌ای وارد عمل شده. تنها طبقه‌ای که میتونه وارد عمل بشه، نه اینکه ما مقدسش بدانیم، ولی به لحاظ تاریخی، به لحاظ ماهیتش میتونه وارد عمل بشه و به شکل بندی طبقاتی پایان بده، سرمایه‌داری نیست. این طبقه کارگره که بحثش چیز دیگری است. ولی سرمایه‌داری آمده که شکل مالکیت رو از دست نظام فئودالی بگیره و مالکیت رو متمرکز بر روی زمین نکنه و مالکیت رو متمرکز بر روی ابزارهای تولیدی، کارخانه‌ها، و پول بکنه. پول اون غول جادویی که همه چیز رو به ضد خودش تبدیل میکنه، زشت رو زیبا، خمیده رو برنا،
دون رو والا میکنه. این جمله معروفی است که هم مارکس داره هم از شکسپیر استفاده میکنه. اون در واقع اون مجموعه هستش که نظام سرمایه به میدان آمدنش رو توضیح میده. انسانی چنین است که هر چیز که در بحران به دنیا میاد بحرانزا هم میشه در آینده، نه در انقلاب. منظور من از بحران انقلاب نیست، کتاب مقدس یهودی هاست که توش نوشته بود اینکه باد میکارد طوفان درو میکند، یادم نیست اینو کجا خوندم، ولی سرمایه‌داری از آغاز بر ستم و بر فشار و تبدیل نوع ستم گذشته به ستمی متمرکز، به ستمی ریاکارانه به دنیا آمد. این نظام قرار نیست وارد دستگاهی رو پیش بگیره، قرار نیست هر وسیله ای رو استفاده می کنیم هدفش مقدس باشه، چنین نیست. رابطه بین وسیله و هدف رابطه ایست بسیار زنده و جدی. موقعی که کارل مارکس میگفتش که در مورد هنر صحبت میکرد، از شکل و محتوا صحبت میکرد، میگفت این محتواست که فرمان میده بر روی شکلش، در واقع این رو داره میگه، میخواد بگه که اون هدف بر روی شکل مبارزه شما فرمان میده. ما از خشونت به عنوان مثال میپرهیزیم، ولی معنیش این نیست که کتک خوری رو پدیده مقدس میپنداریم، معنیش این نیست که مبارزه قهرآمیز نمیکنیم، میکنیم، ولی کاری رو که ستمگران کردن با اونها نمی کنیم. ما با مجازات اعدام مخالفیم، حتی اگر همه ما رو اعدام بکنن. این فرق داره. نظام سرمایه مجازات اعدام رو قانونمند میکنه، نظام سرمایه بهره کشی رو ریاکاره نمی کنه. نظام سرمایه میاد میگوید که رعایا و صرفهایی که اسیر زمینند و اسیر قدرت فئودال ها هستند حالا آزادند، ولی این یک آزادی ریاکارانه است. آزادی است که کارگران پیدست میآورند، ولی آزاد نیستند که مالک ابزارهای تولید باشند، آزاد نیستند که مالک نتیجه تولید کار خودشون باشند. اینا فقط آزادند که به کسانی که به طور انحصاری ابزارهای تولید رو در اختیار دارن کارشون رو بفروشن، به جز کارشون چیزی ندارن بفروشن. اون نظریه کارناوال، نظریه زیبای فلسفی کارناوال، تو کارناوالا دیدید ماسکی به صورت میزنن و چیز دیگری از خودشون نشون میدن. سرمایه داری برای اولین بار نظام ماسک داره، نظام کارناوالی است، همه رو نشون میدن تو این برنامه، میگن ببین این آزاده، میتونه سرمایه گذاری کنه، این آزاده میتونه کارشو عوض بکنه به کار دیگه ای بره. شانس شما این بود که بابت شانسی مردم محروم و فقیر و گرسنه آفریقا و آسیای جنوبی روبرو شد، و این شانس چه بود؟ و این بدشانسی چه بود؟ فقر و نکبت و بیکاری و بحرانی است که اتفاق افتاده. الان متوجه میشید که کارگرها آزاد نیستن هر کجا کارشون عوض کنن به کار دیگری برن، چون ابزارهای تولید در اختیارشون نیست. اگر ابزارهای تولید در اختیارشون بود، اگر نظام برنامه‌ریزی در جامعه، تصمیم گیری سیاسی، تصمیم گیری اقتصادی دموکراتیک بود، هرگز چنین بحرانهایی به وجود نمی آمد. این دیگه ثابت کردنش کار دشواری نیست، نشان بدهیم که این بحرانها ذاتی نظام سرمایه است، این بحرانها ناشی از هرج و مرج تولیده، این بحرانها ناشی از فشار انباشت سود هست، حبابی شدن بازارهای مالی است. اگه لازم باشه بحثی رو در این باره پیش میبریم. خب پس این آزادی، آزادی ریاکارانه ای بود، آزادی دروغینی بود. همینطوری که شما ممکنه سر صندوق‌های رأی نشان بدهید یا فکر کنید آدم‌ها آزادن برن به حسن رأی بدن یا به حسین، ولی به تقی یا نقی، اگه جرم نداشته باشه حرف من، نمیتونن رأی بدن. برای که اونا از پیش توسط یه نظام قدرت از میان رفتن، و این دموکراسی بورژوایی، دموکراسی بورژوایی در نظام اسلامی هم همینطوره، از پیش یه کسانی به عنوان نخبگان جامعه برگزیده میشن. در سراسر تاریخ ایالات متحده، سنای آمریکا که مجموعاً نهادی بسیار پرقدرت، شاید پرقدرت‌تر از نهاد ریاست جمهوری، شما کسی رو پیدا نمی کنید که جزو 10% 15% بالای جامعه باشه. این چجور دموکراسیه؟ در واقع راهی ندارن توده ها به اون، ولی انقدر آگاهی هاشون از دست دادن، انقدر به اجبارها و وجدانهای ناگزیر کاذب کشیده شدن که تو همین مسیر انتخابات میرن شرکت میکنن. و اون نظریه اون فیلسوف رو نمیدونم، شاید نظریه برشت باشه، آدم که پیر میشه خیلی چیزا یادش میره دیگه. گفت در اصلی زندگی میکنیم که انسان ها به یاری
اسارتگران خود میآیند. به یاری اسارتگران خودشون دارن میان، به یاری کسی میان که 33 ساله جز قسم خوردن برای نابود کردن رهبران جنبش کارگری، رهبران عدالت و رهبران آزادی چیزی در چنته نداشته. به یاری اون میرن، میان سعی میکنن اون رأی بدن. برای اینکه محافظه‌کاری از خصلت‌هایی است که نظام سرمایه تحمیل میکنه. نظام سرمایه میگه نظم موجود نظمی است که ذیل قدرت سرمایه، ذیل قدرت دولت منه. درست نقطه مقابلش رادیکال ها هستن، انقلابی ها هستن، سوسیالیست ها هستن. میگن ببین این قدرتی که بر تو داره حکومت میکنه این جعلی است، این قدرت نیست که تو رو داره میسازه، این تویی که این قدرت رو ساختی، این دین نیست که انسان رو میسازه، این انسانه که اون دین رو ساخته. تمام این واژگونگی، تمام آنچه که مثل تو این دوربین عکاسی تصویرش واژگونه میفته، اگر بیرون بیاد حقیقت رو در واقع نشون میده. نظام سرمایه یه چنین وضعیتی ایجاد میکنه و سعی میکنه بگه همه آزادن، چون هر کس هر کاری میخواد میتونه بره مثلا انتخاب بکنه. ولی در دوره بحران هستش که ما میفهمیم چه این آزادی وجود نداشته. ای کاش پیش از اینکه این بحران به وجود بیاد، پیش از اینکه در مدت زمانی که من و شما الان اینجا صحبت کردیم چند ده کودک از گرسنگی در این سرزمین، در این روزگار، در این جهان مرده باشند، پیش از اینکه این اتفاق میافتاد کاش آگاهی ها بالا میرفت. اون وقت اگر ما آگاهی داشته باشیم و سکوت بکنیم، مسئولیت مرگ اون کودکان به عهده ما قرار خواهد گرفت. ولی کاش این آگاهی ها همه جا بالا میرفت و اینقدر بالا میرفت میتونستیم که من اگر ساکت بنشینم مسئولیت مرگ کودکان، مرگ فقیران و محرومیت ستم دیدگان رو بر عهده دارم. سرمایه‌داری همه اینها رو واژگونه میکنه، همه اینها را با وجدان‌های کاذب برای اولین بار در نظامی ماسک بر صورت، در نظامی کارنوالی به جهان عرضه می‌کنه، به مردم عرضه می‌کنه. به این ترتیب آلترناتیو سرمایه‌داری قبل از اینکه سوسیالیسم باشه افشای خود نظام سرمایه است. و ما نباید منتظر می‌شستیم که از 1929 که اون بحران بزرگ اتفاق افتاد، اشاره ای فرمودی بحران ها از 1860 1870 کارل مارکس اون چی که بهش اشاره می‌کنه در دهه 70 ولی مارکس هرگز نگفته که پیش از اون هم بحران‌هایی وجود نداشته. طبیعی است که این بحران‌های سرمایه‌داری به بحران‌های سرمایه‌داری تجاری مربوط نمی‌شن، عمدتاً به بحران‌های سرمایه‌داری صنعتی و بعد به بحران سرمایه‌داری مالی. الان سرمایه‌داری مالی به عنوان بخشی اجتناب ناپذیر از انباشت سرمایه و سرمایه صنعتی در جهان به وجود آمده. در همین مدتی که ما صحبت می‌کردیم با هم، در همین مدتی که چند کودک بی‌نوا از گرسنگی مردن، چند ده میلیارد دلار از طریق مبادلات دیجیتالی در جهان رد و بدل شد. این بحران‌زاست. بحران از نقطه نظر مفهومی یعنی وضعیتی که کل سیستم رو تهدید به نابودی میکنه، یعنی وضعیت نابسامانی که کل سیستم رو تهدید به نابودی میکنه. این وضعیت نابسامانی ممکنه در بدن اتفاق بیفته. وقتی میگن بیمار به وضعیت بحرانی دچار شده، مثلا ممکنه ضربان قلبش، کارکرد قلبش، مثلا ممکنه که نارسایی در لوز المعده‌اش، ممکنه قند خونش نشسته باشه به 500-600، وضعیت بحرانی. در اقتصاد وقتی از بحران صحبت میکنی، بحران با فروکش، با کسادی فرق داره. موقعی که شما در رونق هستید، اولین علائم سقوط که بروز میکنه و ما شاخصهایی داریم برای اندازه گیریش، مثلا نرخ رشد سرمایه گذاری، نه خود میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه گذاری، رشد سرمایه گذاری. به عبارت دیگر تو زبان ریاضیات اگر بخواید بگیرید، یه منحنی سعودی است. این منحنی مشتق اولش مثبته، بعد مشتق دومش اگر منفی باشه یعنی اینکه این سعود پایانی دارد، ولی اگر مشتق دومم مثبت باشه یعنی این سعود بی پایانه. ما رشد رو اندازه گیری میکنیم در سرمایه گذاری، در تولید، در شاخص های اشتغال که همه جا در واقع این شاخص ها رو در اختیار نداریم. در موجودی انبار، خود من روی شاخص موجودی انبار خیلی کار کردم، چند کارم هم منتشر شده که چگونه اینها نشان دهند بروز بحران هستند، بروز ببخشید رکود هستند. یک فروکش داریم
که توی روانشناسی هم داریم، دپرشن میگن، دیگه افت میکنه اقتصاد، اونو با اون شاخصهای اولیه میسنجیم، بعد میاد دوره کسادی، بعد میاد دوره رکود، رکود ماندگار میشه، به اوج، به پایین ترین، ببخشید، به حضیض رکود که میرسیم، به پایین ترین نقطه رکود که میرسیم میگیم بحرانه. معمولا با منحنی که میخوان نشون بدن، مثلا دوره کندراتیف رو میخوان نشون بدن، دورهای 20 ساله 25 ساله رو به صورت منحنی سینوسی میکشن، موجی، اون بالا رو میگن اوج رونق، این پایین رو میگن نقطه حضیض، اونو میگن به اصطلاح پیک، این رو میگن نقطه به زبان اختراعی من فرازین و فرودین. شما در فرودین هستید که کلمه بحران رو به کار میبرید، یعنی سیستم در معرض فروپاشید. از نقطه نظر کارل مارکس، موقعی که سیستم در معرض فروپاشید، موقعی که برای مدت طولانی نرخ سود در همه واحدهای تولیدی افت میکنه. ولی هیچ کجا شما در آثار کارل مارکس نخوندید که این به خودی خورد بعدن سرمایه‌داری رو نابود میکنه، سوسیالیسم رو میاره. این حرفای تلقین شده CIA که توسط پوپر و اینا تلقین شده که مارکس تاریخ گرا بود، تقدیرگرا بود، این حرفا رو بندسید دور. اون این نوسان رو میگه، ابزارهای لازم برای اینکه از این بحران بیرون بیادن، کمابیش خود مارکس دیده بوده که سرمایه‌داری از این ابزارها هم استفاده میکنه، ولی به لحاظ تاریخی اون ابزارها پایانی داره، حدی داره. اینجوری نیست که اصلاح طلبا میگن که اصلاحات تا قیامت اصلاحات. اصلاحات هیچ از اصلاح امور بعدش نمیاد، ولی حدی داره. مقدس کردن اون اصلاحات دیگه تمامه، یه جایی داره، یه جاش در دورش که تمام میشه، یعنی اینکه بحران دیگه از طریق اصلاحات خوب نمیشه. بدنی که فرتوت شده دیگه، در قلب اونطوری شده، کلیه اونطوری شده، مون نمیدونم لوزر مده به شکل دیگری کشیده، هی آمپول بزنی، اصلاحات مثل آمپوله. بعضی خیال میکنن، اینایی که آگاهی پزشکی ندارن، میگه خب بریم یه آمپول بزنیم خوب بشیم، تموم داداش، دیگه آمپول کاری که ازش بر نمیاد، یه قصه دیگه است. اصلاحات بریم یا مثل یه آمپول بزنیم، فکر کن هر جا آمپول بزنی حل میشه. آمپول محتوا داره، موقعیت داره، جا داره، حساب کتاب داره. در مورد بحران هم همینطوره. بحران در مرحله ای است که دیگه سیستم در معرض نابودی قرار میگیره. اما مارکسیست های بعد از کارل مارکس بودن، مثلا مکتب مانستی ریویو، مثلا مارکسیست های هگلی، مثلا دیدگاه های لنین، دیدگاه های مثلا دیدگاهی که الان در مثلا توسط کالینیکوس یا الان میکسینز بود داره مطرح میشه، اینها نشانه هایی رو میارن دائر برای که چگونه سرمایه‌داری بر بحران های خودش فائق آمده است. حاصل جمع این است که نظریه مارکس دائر برای اینکه این بحران ها دامن نظام سرمایه‌داری رو میگیره، از درخشان ترین پیش بینی های کارل مارکس بود. اینایی که میگن مارکس پیشبینی‌هاش به تحقق نپیوست، بیان من به شما بگم آنچه که امروز باهاش سرمایه‌داری روبروس، مصداق دقیق غیر پیامبرانه نظریه کارل مارکسه که این بحران‌ها شکل می‌گیرن، عودت می‌کنن، برمیگردن. و واقعیت هم اینطوریه، به تدریج جریانی قدرتی نیروهاش از دست میده و در برخورد نهایی است که خرد و نابود میشه. بدن هم اینطوریه، به تدریج تضعیف میشه تا در یک مرحله دیگه انسان تمام میشه، میمیره به قول معروف، و در ثانیه های اول سلول های مغز شروع میکنه به فاسد شدن و تجزیه میشه بدن. اون نگفته بود که اولین بحرانی که به وجود بیاد کله پاچه میکنه نظام سرمایه داری رو، ولی این بحران ها یکی یکی پشت و پناه نظام رو خالی میکنن. چگونه؟ از همه مهمتر برانگیختن نیروهای مقاومت است، آگاهی است، ایجاد میانجی هایی است، به قول لوکاچ ایجاد میانجی هایی است که طبقه انقلابی رو آگاهی بهش میده، تقویت میکنه. منتها ماها روشن فکر هم اینطور که عرض کردم و کارگران آگاه و مبارزان سوسیالیست و انقلابی، وظیفه‌شون این نیست که بگیرن بخوابن و بعد اون شرایط ایجاد بشه. شرایط عینی و ذهنی روابطی با هم دارن و نقشی روشن فکرها و نیروهای میانجی دارن که باید انجام بدن. بنابراین در بحران اقتصادی که الان گرفتارش هست جامعه سرمایه‌داری، مقدار زیادی نیرو از دست میده. نیرو از دست دادن نظام سرمایه‌داری به این معنا نیست که انباشته ها داغون میشه، به دریا ریخته میشه، در واقع مقدار اینطور هم میشه، ولی نیرو از دست دادن نظام سرمایه‌داری به منزله این است که اصلا مهمتر، چون بحث دیدگاه ما بحث دیالکتیکیه، نیرو از دست دادن نظام سرمایه به منزله نیرو گرفتن نظام ضد سرمایه است. وال استریت ممکنه خودش متوقف شده باشه، ولی اطمینان بهتون میدم مهر برجسته‌ای
در کنار مهر نکبت خوردگان بر روی پیشانی نظام ستم وارد کرد. نشان داد که در واقع توده ها علیه قدرت می توانند متشکل بشن و آگاهی ها در یه جایی درخشیدن گرفته و این است که نظام به تدریج در این بحران ها فرصتش از دست میده و این بحران ها بخش دیگریش متوجه جهانه. الان باید جهانی فکر بکنیم، مدت هاست باید جهانی فکر بکنیم، ولی بومی عمل بکنیم. این دیدگاه مارکسیستی است. در جهان شما نگاه بکنید، در سر تا سر آمریکای لاتین جنبش ها و خواست های سوسیالیستی خواست های پایان ناپذیری شدن، بالا پایین میرن ولی دیگه نمیشه گفت متوقف شدن. در کشورهای خاورمیانه آمریکا با تمام نیرو وارد شده است که بهترین آلترناتیوشو که عبارتند از مسلمانان نولیبرال بهترین آلترناتیوشه. النهضت اون یکی، نه اخوان المسلمین یکی، نهضت آزادی این طرف، همه اینا رو میخواد در واقع به عنوان آلترناتیف ها به جا بنشاند. آنچه که مانعش میشه یکیش آگاهی توده هاست که میگن مبارزه در مقابل سرمایه‌داری جایگزین کردن وجهه دیگری از سرمایه‌داری نیست، وجهه ایست که در واقع از میان توده ها برخواسته باشه. خب به این ترتیب در بحران این آثار بروز میکنه و از طرف دیگر توانایی نظام سرمایه برای حفظ خودش هم بمیره، رقابتاش بیشتر میشه. زمین که موقع تو ده ما میگفتن زمین که صفر میشه گاوا به هم شاخ میزنن. یه باری من خواستم اینو بگم در مورد وضعیت ایران، دیدم بعد اوضاعی شد، گفتم زمین که صفر میشه تراکتورها بکسوات میکنن. به طرفین دعوا بر نخور. در جریان بحران، در جریانی که با خفقان روبروست نظام حاکم، نظام حاکم هم تلاش‌های خودشو می‌کنه، بخش‌هایی از افراطی‌های نظام حاکم دست به عمل می‌زنن که مخالفین و کسانی رو که دارن رشد می‌کنن ناشی از این بحران اونها رو سرکوب بکنن. اونها هم یه دفعه توانی تازه می‌گیرن. آدمایی که در معرض مرگ هستن، نمی‌دونم تجربه دارید یا نه، در لحظه آخر مثلا 3 ساعت 4 ساعت دو روز یه روز قبل از مرگش یه دفعه یه انرژی عجیبی پیدا میکنه. کسی که تو بستر بیماری بلند میشه راه میره، اینا دیدش این آخرین توان هاست، آخرین تلاش هاست. احتمالا نمونه عالیش واقعا همینطور، شما مثلا نمونه عالیش در یونانه، حزب راست افراطی فاشیستی یه دونه صندلی هم نداشت. بعدا در انتخابات بعدی دیدیم که 3% از کرسی ها رو به دست آورد. این درسته نگران کننده هم هست ولی تعیین کننده نیست، چون در مقابلش حزب چپ رادیکال یه دفعه اونم رشد انفجاری کرد خیلی بیشتر از اون. بنابراین ما که شطرنج داریم بازی نمی کنیم با تاریخ. مبارزه طبقاتی یک مبارزه سراسر شکل گیری است و تحول هست در صورتبندی های اجتماعی، در موسیقی، در شعر، در ادبیات، در مبارزات دموکراتیک برای حقوق زنان، برای حقوق کودکان. همه اینها شکل‌بندی های طبقاتی خودشو داره. طبیعی است که اون هم وارد میدان میشه در بحران، حتی اگر لب مرگش باشه نیروش برانگیخته میشه به میدان میاد. طبیعی است که اونم این کارو میکنه، طبیعی است که قدرت رو به من واگذار نمیکنه دو دستی و مشخص هست که سعی میکنه منو به میدان نبردی بکشونه که اون میدانشو تعیین میکنه. و مشخص هم همونقدر هست که ما از مبارزه قهرآمیز نمیاراسیم، ولی از ابزارهای ستمگری که او تاکنون در طول تاریخ به ثبت رسونده ما استفاده نمیکنیم. ما ابزارهای سرکوب رو استفاده میکنیم و اگر کردند، حتی سوسیالیست‌ها در گذشته کردند، امروز نقد میکنیم اون روش غلط بوده. همینطوری که تودور آدورنو به طور زیبایی خلاصه کرد، گفت آشویتس دیگر نباید تکرار شود، از نظر ما هم استالین دیگر نباید تکرار شود. ولی معنیش این نیست که ما سوسیالیسم رو کنار میذاریم. ما تازه پل پوت رو متعلق به لزومن اردوگاه سوسیالیستی نمیدونیم. اردوگاه های مخالف و مبارزه علیه سرمایه‌داری لزوماً اردوگاه های سوسیالیستی مارکسیستی نیستن، ولی با بس به این ما هم در گذشتمون چیزهایی داریم که هرگز نباید تکرار بشن. ولی این تعیین کننده شکل بندی مبارزه من، هرگز سرمایه‌داری نگفته جورج بوش پسر که 1,700,000 نفر رو در عراق با نهایت بیرحمی به پشت یک دلیل دروغین کشت، دیگر نباید تکرار بشود. اونا باز میرن
به بازمانده های او میرن و میستن رأی میدن. بی دلیل نیستش که القاعده میخواست از مردم آمریکا انتقام بگیره به خاطر اون نحوه رأی دادنشون، ولی به همون اندازم جورج بوش میخواست از مسلمان ها انتقام بگیره. من میخوام عرض بکنم خدمتتون که صحنه جهان یه صحنه نبرده، نبرد طبقاتی است، این تو ابعاد مختلف شکل میگیره. بله اون طرف هم شکل‌های ارتجایی خودشو بیرون میده، یا ارتجایی که از تو دل خود نظام سرمایه بیرون میاد، یا کسانی که به عنوان واکنش انحرافی نسبت به اون شکل میگیرن. ما در اینجا اتحادی با اونها نداریم، ما در اینجا در وطن سرزمین و وطن خودمون هم همین بحث رو داریم. ما متحد ارتجا نیستیم برای اینکه با ستم امپریالیستی مبارزه کنیم، به همون اندازم متحد آمریکا نیستیم برای اینکه با خودکامگی داخلی مبارزه کنیم. ما در ایران دو راه نداریم، سه راه داریم. آن راه سوم ماییم و اون راهی است که در واقع رستگاری رو از طریق استقلال، از طریق آزادی و از طریق برابری و عدالت، از طریق دست انداختن به آنچه که از اختیار توده‌های مردم خارج شده، یعنی مالکیت ابزارهای تولید، ما از اون طریق حرکت میکنیم. و در این میان ما میدونیم که امپریالیسم نماد اصلی نظام سرمایه است در جهان و به این سبب مداخلش به عین و به عیان دیدیم. الان دیگر زمانه ای نیست که بگیم کسی اشتباه میکنه. اون کسانی که دارن اشتباه میکنن اشتباه نمیکنن، خیانت دارن میکنن. به قول دکتر مصدق، آدمها یا شرایط اقتصادی اجتماعی به جایی میرسه که دیگه سیاستمدارا نمیتونن بگن من اشتباه کردم، یا خدمت کردی یا خیانت و سلام. الان که ما سوریه رو میبینیم، الان که لیبی رو دیدیم، الان که عراق رو دیدیم، دیگه دروغه که بگیم ما اشتباه کردیم مثلا در مورد حضور نیروهای آمریکا. یا آمریکا و ناتو یعنی این، یعنی کشتار بی پایان، یعنی نابود کردن همه چیز، ولی از طرف دیگر سکوت کردن هم یعنی مرگ تدریجی در مقابل نظامی ریاکار و خودکامه. اما دنیا به همینجا تمام نمیشه. این دوالیسمی که توی دامن ما گذاشتن از کودکی، از دوران گذشته، از کودکی بشر شکل گرفته، یا تاریکی یا روشنایی، یا اهورامزدا یا اهریمن، چنین نیست. چنین نیست، دنیا دوگانه نیست، چندگانه است، یگانش هم خود ما هست. تخریبی، خود انهدامی اصطلاح خوب دیالکتیکیه، این با خودزنی فرق داره و خود انتقادی هم نیست. اتوکریتیک که بحث لنینیه یه چیز دیگه است. اتوکریتیک انتقاد از خود هست برای اینکه شما یه آدم انقلابی باقی بمونی. اما نظام انتقادی و نظام دموکراسی بورژوایی در واقع انتقاد درونزاست. زنده یاد محمد مختاری به من همیشه صحبت میکرد، بزرگتر از من بود، نصیحت میکرد، میگفت فری بود اون چیزی که گفتی بو و بلنگ انتقاد خودی و درونی داره میده، تو نباید جوری انتقاد بکنی که این حمله به این بشه که تو از درون یک سیستم برای بقای اون سیستم داری بهش انتقاد میکنی. خب این در مثال شاید خوبیست. در نظام سرمایه داری در واقع همه جور انتقادها بازه. آزادیهای مثلا تو اروپای شرقی، غربی، اروپای شمالی و آمریکا که بریم شما خیلی از آزادی‌ها رو دارید، ولی عملاً امکان براندازی نظام رو ندارید. در که اصل آزادی انسان اینه که برانداز نظام باشه دیگه. اگه قرار باشه براندازی نباشه چه بازیه ما توش بیایم؟ و برای بچه‌ها چیکاره ای ما بریم؟ خب میرفتیم، منم می‌شدم پژویان دیگه. بالاخره مگه من بعد میتونم توی خونه که متعلق به خودم باشه بشینم یا حیات بزرگتر داشته باشم؟ و اصل قضیه این است که تونی براندازی که اتحاد شوروی هم اینطور بود. اجازه بدید یه انتقادم از اونجا بکنیم. در اونجا شما در انجمنهای زنان در دهه 60 ده برابر تعدادش انجمنهای زنان در آمریکا بود، ببینید، ولی اجازه نداشتن اصل قدرت رو زیر سوال ببرن. خب بحث اینه که مگه آمریکا اجازه داشت اصل قدرت رو؟ اونجا بهش اجازه نمیدادن. اونجا نظام دولتی حاکم مستقیما تو روش می ایستاد و بهش اجازه نمیداد. ولی در آمریکا از طریق روش‌های ریاکارانه و ایجاد وجدان و ایجاد فضاهای تبلیغاتی نمیذارن به اون سمت کشیده بشه. دلیلش هم اینه که 100 سال، 120 سال، 130 سال کافیه دیگه. کدام کارگری رو دیدید که با آچار تو دستش بذاره تو جیب بغلش بیاد بره تو سنا بشینه به عنوان نماینده؟ کیو دیدید؟ کدام راننده کامیون دیدید که توی مجلس نمایندگان تو کنگره آمریکا اینا راه داشته باشه؟ همین نتیجه‌ش اینه. در اونجا زنان به همه جا میتونن برسن در آمریکا، ولی ببین از توش اون وقت اون که به خیلی جاها میتونه برسه مارتین آلبرایت در میاد، کاندلیزا رایس در میاد، عاملان قتل عام، عاملان جنایت در خاورمیانه. اگه هر چی زنه خوبه،
مگه هرچی زنه که هر کاری که میکنه، مگه ما از اون فمینیستای واژگونه هستیم؟ هیچ کدومتون فکر نمیکنم خیلی ها نیستن. پس این نظام ها تفاوتشون اینه، ولی ما که در جستجوی راههایی هستیم به هر دوی اینها انتقاد میکنیم، متا یه تفاوتی هم میبینیم، میگیم اون بخشی از جریان رو نظام اتحاد شوروی بخشی از جریان رو طی کرده بود، یعنی امپریالیسم رو شناخته بود، یعنی قدرت و سرمایه رو شناخته بود، اون چیزی که طی نکرده بود رهایی از چنگ و بال دولت بود، یعنی اصول لنینی توش رعایت نشده بود. برخلاف اونی که میگن اصول لنینی رعایت شده بود، نه، اصول لنینی رعایت نشده بود در اتحاد شوروی زمان استالین. به نظر من لنین اسم کشور رو گذاشته بود کشور شوراها، کشور شوراها شوروی، یعنی اونجا باید اصلا به جای قوه مقننه باید تمام شوراها جامعه رو اداره کنن، ولی چیزی که ازش باقی نمونده بود شوراهای کارگری. خب از این بگذریم، بنابراین خود انتقادی وجود داره در نظام سرمایه که محدود به دیوارهای بتونی سنگینی است. این دیوارها گاهی هم بلورینه، گاهی هم تو اون طرفو میتونی ببینی ولی وحشت داری ازش، مثل یه بچه‌ای که این در پنجره رو باید جلوش آهنکوبی بکنی یا نکنی. من بچه‌م باید این آهنکوبی بکنم، دست که من خوابم نمیبره، او اینقدر کنجکاو به بعد بره. ولی بعضیا نمیدونم چه جوری ان، بچهای آمریکایی انگلیسی اونا رو اونجاها دیدیم، آمریکا نرفتم، ولی بچه‌ها دیدیم وقتی میگن این پشت پنجره نرو، اون دیگه نمیره، ولی بچه من تازه میگه لابد خبری اون توی که بابا میگه نرو دیگه. خب نمیدونم حالا این کاری که واکنشی من آهنکوبی خوبه یا اینکه من بعد مرتب باستم اون چندرغازم که در میارم در نیارم باستم اینو بپام که از اونجا نره، یه داستانه. اینو مثال میزنم که اگر بیننده ای داره استفاده میکنه بدونی که نظام انتقاد درونی محدود در نظام آمریکا نظامی که اساساً برای شما وجدان و امکان مبارزه برای براندازی نمیده، در اونجا مستقیما در اتحاد شوروی باش مقابله میشد. این با خود انهدامی فرق داره، این خود انهدامی آگاهانه نیست، این خودزنی هم نیست، این در واقع بخشی از نیاز سرمایه است، بخشی از نظام نیاز سرمایه است که به آزاد کردن محدود از انسانها برای اینکه در بازار کار خریدار فروشنده نیروی کارشون باشن آزادانه، با اون آزادی مورد نظر و دروغین، و بتوانن آزادانه کالاهای مصرفی رو انتخاب بکنن. چویس، این واژه مساوی شده با آزادی در آمریکا، چویس داشته باشن. این در واقع چویس داشتن یعنی چی؟ یعنی اینی که تو بتوانی هر چه بیشتر خریدار خوبی برای کالاها باشی. اقتصاد کالایی شده، زندگی کالایی شده، همه چی شیواره شده در اونجا. بسیار خوب، این انتقاده که در اونجاست بخشی از نیازهای درونی خود نظام سرمایه است. اما بخشی هم در واقع ناشی اونش که خیلی ها ندیدن. من تو کارهای الان میکسینز بودم، خیلی تحقیق کردم، خیلی نگاه کردم، یعنی کاراشو دیدم، اونم ندیده، اونم به این زیاد توجه نمیکنه. بیشتر از این که این آزادی ها با ذات نیاز مشخص سرمایه سازگاره پرداختن، ولی به این موضوع نپرداختن که بخشی از این ناشی از مبارزه مردمه، ناشی از درخواستای هرگز سرمایه‌داری این حد از آزادی براش کمال مطلوب نبوده. اینی که آزادانه بتوانن رسوا بکنن جورج بوش رو، جورج بوش پسر رو، این که بتوانن بکشوننش پای یه جایی که بیاد بگی که من تا دیروز فکر میکردم سلاح اتمی داره عراق، حمله میکردیم، وادارش بکنن تو چشم توده ها. حالا اینکه توده های مردم واکنش نشون نمیدن یه بحث دیگه است، دروغ خودش رو به گردن بگیره، بگه من تا دیروز فکر کنم این پاول مثلا به گردنم انداخت، بعد پاول رو هم قدرت حس بکنه، من فکر کردم سلاح اتمی داره، 1,700,000 نفر در اونجا 500,000 کودک رو به کشتن دادم، فکر کردم سلاح اتمی داده. این همون نظامی که آزادی هاش یه مقداریش بر اثر مبارزه روشن فکران مبارزه مردم به دست اومده که مجبورش میکنن مادلین آلبرایت ازش بپرسن کشتن 500,000 کودک عراقی نظر چیه؟ اون 40 ثانیه فکر کنه بعد بگه ارزش رو داشت. ارزش چی رو داشت واقعا؟ این نظامی که میبینه ارزش در کشتن 500,000 کودک عراقی، این نظام نمیتونه انتقادش نظام براندازانه باشه، برای که اون بر اساس اون کشتن 500,000 داره زندگی میکنه، بر اساس انتقادهای محدودش هم داره زندگی میکنه. پس این انتقادهای محدود بخشی از نیاز سرمایه‌داری و نولیبرالیسم و لیبرالیسم پوشش این نظامه، بخشیش هم بر اثر مبارزه و خواست مردمه. معین هست که مردم یونان، مردم قبرس، معین هستش که از مردم ایران پیشرفته تر دارن عمل میکنن دیگه.
برای که دارن اعتراض میکنن. شاید بخشش به خاطری که اون نظام تحمل میکنه، اون نظام به مرحله‌ای رسیده که نمیتونه با هلیکوپتر با مسلسل بیاد به جون مردم بیفته. اندلزوم هم میکنه این کار رو هم، ولی فعلا نکرد. مارکسیست‌ها نگاه اخلاقی ندارن. مارکسیست‌ها برای اینکه علم اخلاق رو اصلا نمیپذیرن، مارکسیست‌ها فلسفه اخلاق رو قبول دارن. معتقدن اخلاق درست این هست که از ستمگران دفاع کنی و از ستم دیدگان دفاع کنی و اصلی ترین محور حرکت اخلاقی تو این است که آیا به کمک نیروهای انسانی، به کمک نیروهای مردمی، به کمک ستم دیدگان میروی یا نه. اصلی ترین بحث اخلاقی اونها این است. اتفاقا یک مارکسیست خوب هرگز یک پوپولیست نیست. اتفاقا پوپولیسم از تو لیبرالیسم بیرون میاد. یک مارکسیست خوب به خاطر اینکه رأی بیاره تقلب نمیکنه، دروغ و دبنگ و لافزنی نمیکنه، بلکه اصلا پارلمانتاریسم اینجوری رو قبول نداره. این کار پوپولیستاست. به این ترتیب دنبال روی از مردم کار مارکسیستا نیست. این لنین بود که معتقد بود نه چند قدم جلوتر از مردم حرکت بکنید نه پشت سرشون را بیفتید برید. این اتفاقا نخستین مارکسیستی که جامعه عمل پوشاند به اندیشه مارکسیستی این ولادیمیر ایلیچ لنین بود که آموخت چگونه از پوپولیزم برحذر باشیم. به نظر من چاوز هرگز یک پوپولیست نیست، ولی حتما قالیباف یک پوپولیست تمام عیار، اینی که با چهره دیدیم دروغاشو و دبنگاشو. این هابزبان بود، تاریخ نگار مارکسیست و سوسیالیست که متاسفانه چندی پیش از دنیا رفت. این او بود که گفت اتفاقا پوپولیزم، اتفاقا فریب خوردن و فریب دادن توده ها مال لیبرالیسمه. برای که یک نفرشون حاضر نیست توی قهوه خونه توی میکده ای بشینه و در حالی که کاندیدای پارلمانه بگه این مردم بیشعورن، نمیفهمن، عقب ماندن، هرگز اینو حاضر نیست. میگه مردم شایسته ای هستن، بزرگ منشن. هیتلر هم همین کارو میکرد، ولی لنین اگه میخواست بکنه خب با اون زبان ناطق و اون قلم درخشانی که داشت و اون هوشمندی خیره کنندش، تروتسکی با اون سخنوری بی نظیرش، اونا میتونستن دست نیاز به سمت خورد بورژوازی آلمان روسی هم دراز بکنن. اون این کارو نمیکرد. اون میگفت کارگران در درجه اول، دهقانان که متحد اینا هستن و سربازان. اون نمیگفت افسران که خیلی راحت بتونه ابزار قدرت رو از ارتش به دست بگیره، ارتش تزایی رو به دست بگیره. اون کارو نمیکرد برای که پوپولیست نبود. الان وقتی یه پوپولیستی میخواد بره تو مجلس، مردم شریف ایران قربونتون برم دورتون بگردم، این یکی کیه؟ شعله سعدی. آی مردم، آی بی‌نظیرا، چنین چیزی رو ما نمیگیم. بله مردم، بله حتی طبقه کارگر، ما مقدس نمیدونیم. تا حدی فکر میکنم تروتسکی یا تروتسکیستا بودن که دوچار این اشتباه بودن که طبقه کارگر مقدس میپنداشتن، با همه ارزشایی هم که اونا ایجاد کرده بودن. مقدس نیست. سرمایه‌داری میتونه ایدئولوژی شه، تو همه جا بدونه، تو میونه طبقه کارگر. این ما روشن فکران هستیم که مقصریم. مقصر هم ممکنه نباشیم، برای که باورمند به نظام سرمایه ممکنه باشیم، ولی برای ما که این آگاهی رو پیدا کردیم باید به صورت میانجی وارد عمل بشیم، باید آگاهی رو به میان توده مردم و به ویژه میان طبقه کارگر ببریم. طبقه کارگر صنعتی آگاه لزوما 90% جامعه نیست. 90% جامعه فریب خوردن و ستم دیدن. ما داریم با طبقه کار میکنیم که اون کلمه پرولتاریای دیکتاتوری پرولتاریاش به اشتباه درک شده، همونش به اشتباه درک شده. نه فکر میکنن که ما میخوام طبقه ای رو بیاریم ابزار قدرت خودمون بکنیم، دیکتاتوری اعمال کنیم. نه، اون زمانی که این صحبت ها میشد اصلا واژه دیکتاتوری معنای دیگری داشت. یعنی میگه بورژوازی ستمگران دیکته میکنن عملشون رو، این بار واکنش دیالکتیکی نسبت به اوناست که ستم دیدگان دیکته کنن، منتها به این جهت دیکته کنن که طبقه ای باشن که نه تنها برای خودشون بلکه برای رستگاری جامعه کار بکنن. اگر این نباشن پرولتاریای مورد نظر مارکسیستا نیستن، که سندیکالیست ها هستن یا آنارکو سندیکالیست ها یا سندیکالیست های وابسته هستن. چنین نیست که ما در واقع تکلیفمون روشن نباشه. ما کاملا میدونیم که دیکتاتوری پرولتاریا چه معنی میده، یعنی حتم دیکتاتوری و حتم خودش این معنی. حالا اگر این معنی رو نمیده خب این واژه رو بندازیم دور. اصلا کسی تعصبی رو این صحبت ها نداره. مارکس برای ما پیامبر نبوده، مطلقا پیامبری وجود نداره. به اطلاعتون برسونم که بنابراین
اشت برگردیم روی آلمان، یکی دیگر از اشتباه سوسیالیستا بودن، استالین بود که فکر کرد اگر با دولت ذاتاً متجاوز هیتلر مماشات بکنه، کنار بیاد، قرارداد صلح ببنده، همه چیز رو نجات داده. نه، اون سوسیالیستا رو فدا کرد. در اسپانیا سوسیالیستا فدا شدن، در آلمان فدا شدن. خب این اشتباه بود، اما ناجوانمردانه و غیر منصفانه است اگر بگیم این کار استالین عامل جنگ بود و جنگ افروزی بود. نه، این کار استالین یه اشتباه تاکتیکی بود. موقعی که آلمان با 6000 ارادی توپ، با 900000 نیروی نظامی به جبهه های غربی روسیه حمله کرد، استالین 4 روز 5 روز از توی اتاق نتونسته بود بیرون بیاد، برای که اینقدر بهت زده شده بود که این چه اتفاقی افتاده. ولی وقتی بیرون آمد، غیر منصفانه است اگر فراموش بکنیم که او بود که رهبری ارتش سرخ رو به عهده گرفت، او بود ارتش سرخی رو به پیروزی رساند که نتیجهش این بود که 12 میلیون تا 20 میلیون، اگر رقم بزرگش رو بخوای اغراق‌آمیز 20 میلیون ولی حداقل 12 میلیون کمونیست در مقابل ارتش نازی کشته شدند، ولی آمریکا بیشتر از نمیدونم 30-40 هزار نفر کشته نداد. طبیعی بود که آمریکا سربر جهان بشه بعدش، ولی این بولشویک‌ها بودن، این بازماندگان کمونیست‌ها بودن، این همون فرماندهی استالین بود که ارتش سرخ رو به پیروزی رسوند. ما نه قهرمان داریم نه ضد قهرمان، ما پویش تاریخی داریم روی آدم‌ها. استالین این اشتباه بزرگ رو کرد، ولی این اشتباه بزرگ به قیمت بزرگتری تمام شد. کمونیست‌های بیشتری جان باختن، ولی باز این کمونیست‌ها بودن، بازم باز اینها بودن که در واقع جلوی فاشیسم رو گرفتن. پیاده کردن نیرو در نورماندی یا نبرد علالمه، اینو بذارید برای فیلم‌های مورد توجه بچه‌ها. حقیقت مبارزه ارتش سرخ بود که اون عکس یادگاری رو دارید که بر بالای رایشتاک دارن پرچم رو می‌افروزن. بله، اون اشتباه شد. پس اون اشتباه هم بوده. حالا وظیفه ما چیه؟ تعطیل کنیم خودمونو، در ککره تاریخو بکشیم پایین؟ وظیفه ما این نیست. الان وظیفه ما حل اون اشتباه هاست. و حالا یه وقتی من سرما خوردم وسط زمستان، حالا اینکه تو چله تابستون بعد با پالتو بپوشم، اینطوری نیست که. ما یه وقتی اشتباه کردیم در یه زمانی، حالا باید همیشه اون همون کارو تکرار بکنیم؟ نه، ما باید برگردیم به منطق و به منطق دیالکتیکی، به منطق انقلابی ها. کارل مارکس گفت تحلیل مشخص در شرایط مشخص. ما الان در شرایط مشخص باید تحلیل بدیم. بیژن جزنی از خیلی جهات خرده بورژوازی سنتی رو قابلتر و لایقتر میدونست تا خرده بورژوازی مدرن. من گمان میکنم با اینکه خودم رو تمام عیار شاگرد او میدونم و او بود از میان کسانی که دست من رو گرفت و از توی پی ملی به سوسیالیسم آورد، گمان میکنم اون اشتباه بود اون نظر. ما الان خرده بورژوازی مدرن، طبقه متوسط مدرن بهتره بگم، شاید بد گفتم، خرده بورژوازی چیز دیگری معنی میده. طبقه متوسط مدرن یاران بهتری میتونیم توشون پیدا کنیم برای طبقه کارگر. اونا کیان؟ معلمان. شما خیال میکنی یه معلمی که در روستای دورافتاده‌ای در ایلام داره درس میده، اون با اونی که ساعتی فلان قدر میگیره حق بازی یاد چبون بچه‌ها میده زب در بزنن برن دانشگاه سنتی شریف، بعد بشن نابغه ها، بعد به جمع بزنن اینجوری تو جامعه ما، خیال میکنی این دوتا با هم یکی هم؟ نه. خیال میکنی کارگری که خبرچینه، فورمنه، اون بالا نشسته، هر کاری میکنی، فقط یه کاری میکنی که کارگرای شرکت نفت از اعتصاب دست بکشن چون جای حساسیه، اونم مقدسه، عضوی از طبقه کارگر؟ چنین نیست. اشتباهاتی که در گذشته کردیم ما به عهده میگیریم، ولی این اشتباه رو به حساب ذات نظام سوسیالیسم نگذارید. دست کم من دیگه سنی ازم گذشته، من پیش شما هستم فشرده و حامل یادگارهای سوسیالیستی این سرزمین از سن 17 سالگیم تا کنون، 17-18 سالگیم. اینطور نیست، سوسیالیست ها اینطور فکر نمی کنن. مقدس نمی پندارن طبقه کارگر رو، مأموریت تاریخی فقط برای او قائلن. پوپولیست نیستن، پوپولیست فقط ذاتاً متعلق به نظام لیبرالیست، اون پارلمانتاریزم نکبتیشون.